سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان و دوستان عزیزم امیدوارم حالتون عالی باشه علی اقبال هستم و مثل همیشه خدا رو شکر میکنم که با شما عزیزان صحبت میکنم خب در این ویدیو تصمیم گرفتم در مورد یکی از مهمترین سوالات شما عزیزان صحبت کنم که برای خرید ستار به چه کسی اعتماد کنیم یا برای خرید ساز کلا به چه کسی اعتماد کنیم چون این ویدیو نه تنها برای ستار برای کلی سازهایی که ساخته میشه کار دست هست مفید هستش خب بذارید من این ماسک در بیارم حواسم بهش نیست چه درد سری این ماسک ها هست کننده است خب داستان چیه؟ ببینید من همیشه گفتم و باز هم میگم سازهای کار دست کلن آثاری که سنایه دستی هستش و هنر توش به کار میره فرق داره با وسایلی که شما توی بازار مثلا به با عنوان یک برند صنعتی یا تجاری یا الکترونیک می‌خرید خب مثلا گوشی موبایل حالا داستان چیه شما مثلا می‌خواید یه گوشی موبایل بخرید خب مثلا اپل می‌خواید بخرید یا سامسونگ خواهید بخرید مثلا S6 مثلا این سرچ می‌کنید تو اینترنت خب 20 تا سایت بهتون معرفی میکنه و قشنگ هستن آنالیز کردن توضیحات دادن مثلا نمیدونم دوربین فلان رم اون چقدره با هم مقایسه میکنی نمیدونم اندروید این چیه آی اون چیه خلاص همه نکات منفی و مثبت یک گوشی موبایل نوشته توی اون سایت ولی در مورد سازهای ایرانی خب مثلا یه سازهای کلا کار چوب و کار دست هست همچین چیزی نیست مثلا شما بخوای تار مهر قوامی بخری چند تا منبع پیدا می‌کنی مثلا بخوای ستاره مهر حامد یا ستاره مهر شگرفی بخری از کجا من داری که اصلا ببینه به دیتا بده اطلاعات بده که مثلا مقایسه کنی مثلا با ستاره مهر مثلا همراز یا ستاره مثلا مهر محمدی همچین چیزی نیست لذا خیلی با دقت کنه موقع خرید ساز و کلا صحبت من در مورد همینه که چه جوری بفهمیم که یه ساز ساز خوبیه و کلا برای خریدش به کی اعتماد کنیم خب طبیعتا هر جا بری خرید کنی ساز بخری چی هست نمیگه ما من تورشه طبیعیه دیگه لذا باید با اطلاعات بری خب باید بدونی چی میخوای بخری این بلایی که زار خودم اومده خودم دو بار قربانی این موضوع شدم و همیشه به هنرجوام میگم یه وقتی میخواید ساز بخرید به دو تا نکته خوب دقت کنید در ادامه بهتون میگم که ساز خوب چیه از کجا بخرید و به کی باید اعتماد کنید دو تا نکته که باید پیش از خرید ستار دقت کنید یکی صدای سازه, یکی سنعت ساز، یکی صنعت ساز حالا میگم ظاهر ساز خب اینا رو باید بهش دقت کنید حالا رنگ ساز رو من نظری ندارم چون سلیقه‌ایه یکی دوست داره رنگ روشن داشته باشه سازش یکی دوست داره تیره باشه این سلیقه است و به کسی نمیشه گفت چه رنگی رو انتخاب کن ولی صدای ساز و ساخت سرعت ساز خیلی مهمه حالا در مورد سرعتش و ظاهرش بگم بچه ها شما وقتی میخواد ساز بخرید باید دقت کنید من یه مقاله نوشتم که آنچه بیش از خرید ستاره باید بدانید 20 تا آیتم هستش اونجا کامل توضیح دادن داخل سایت اونو حتما بخونید ولی شما وقتی میخواید انتخاب کنید قشنگ دقت کنید یعنی ظاهرش رو برانداز کنید از نظر مثلا فنی که ترک نداشته باشه صفحه ترک نداشته باشه مخصوصا صفحه خیلی مهمه دسته قشنگ از پایین پهتر باشه بالا مثلا نازک شده باشه گوشی ها خوب چک کنید کوچ خالی نکنه خلاصه پرده ها رو ببینید ببین پرده شل نباشه و یه سر نکات ریز دیگه هست که داخل مقاله نوشتم اینا رو باید خوب بهش دقت کنید به هم خوان بودن صدای ساز خوب دقت کنید بالا دسته پرده میگیرید پایین دسته پرده میگیرید ببینید اینا هم تقریبا توی تونالیته صدایی باشه مثلا در نرفته باشه هم صداها و جز نزنه البته اینو بگم ها بعض وقتو گز زدن ساز خب به خاطر مثلا بالا بودن خرک پایین بودنش هست یا با تعویض پرده درست میشه اما بعضی گز زدن که واقعا مشکل فنیه مشکلی که دستشون تاب داره سازه یا مثلا صفه نشست کرده خب اینا اذیتتون میکنه اینها رو خودتون جاد نفهمید خب اینا رو باید یه استاد بهتون بگه یه کسی که تجربه داره یه سازنده بهتون که حالا بهتون میگم چی دستن. خب این از ظاهر ساز که باید بهش دقت کنید خلاصه یه نکته بهتون بگم که خیلی باید بهش دقت کنید و یه مدت پیش من رو اذیت کرد یکی از من از زده بود که استاد سازی که از اون خریدن ترک داره من گفتم چه ممکنه من سازی که ترک داشته باشه به کسی نمیدونم خلاصه رفتیم دیدیم و عکس شبر دیدم دم بله رگه چوبه رگی چوب رگی میدونید که آبخورای چوب خودش مثلا اگه به چوب دقت کنید یه حالا نمیدونم دارید تو خونه یا نه وسیله چوبی یه رگی هایی داره که آب آبخورای چوبه یه داره مثلا رنگش عوض شده خب این رگی چوبه و هیچ ایرادی نداره روی توی ساز بعضی ها اینو با ترک اشتباه میگیرن دوستان اینو بهتون بگم اگر کسی اگر اون استاد سازنده بخواد اینو براتون مخفی کنه این رگی چوبو براش هیچ کاری نداره یه رنگ روش میذاره بعد این دیگه شما نمیبینید اینا عمدن میذارن که شما ببینید این رگه چوب این مشکلی نداره کمد نیست که کمد باشه هم موبل باشه روش رنگ میزنن هر چیزی روش باشه گم میشه پس دقت کنید روی این حساس نشید بچه یعنی ترک رو با رگه قاطی نکنید ترک قشنگ شکافه که قشنگ باز میشه و اگه روی صفحه باشه روی کاسه باشه روی دسته باشه این مخربه بعدا باز میشه و دیو ساز به درد نمیخوره اینو میشه قشنگ فهمید پس حساس نشه روی این مثلا تیرگی های روی چوب یا رگه های روی چوب اینا مال خود بافتای چوبه خب در مورد صدای ساز بگم بچه ها صدای ساز در کل اونم یه سلیقه‌ای دیگه ولی خب اگه مثلا شما بشناسید صدای خوب رو خب مثلا زنگدار بعضی صدای زنگداره بعضی ها مخملیه بعضی ها مثلا بین این دوتاست گرمه یه صدا هست که مثلا اصلا از خام بودن ساز میاد یعنی خرکشی خیلی بالا صدای ساز در نمیاد این رو بهش دقت کنید این ایراده ولی در کل خب صدای ساز هم سلیقه شما وقتی دو تا مزراب بزنید میفهمید که حال به تو میده نه ناله ساز رو میفهمید یعنی یه مقدار هم مبتدی باشید اینو درک میکنید پس به نظر من اگر توی فروشگاه ساز فروش میرید حتما چند تا ساز رو بیارید باش بزنید حالا یه مثلا یکی که باشه یه صدا داره دو تا که باشه خب یه صدا دیگه هستش ولی سومین سازی که بیاد کنارش قشنگ یه تفاوتی احساس میکنید بین سه تا جنس صدا پس جنس صدا رو کم کم خودتون میشناسید به نظر من اینکه مثلا همیشه سه تا ساز رو تست کنید برای اینکه مثلا انتخاب کنید ساز خوب رو حالا در مورد هر سازی تار ستار گیتار هر چیزی این دو تا خوب دقت کنید پیش از خرید ساز حالا برسیم به موضوع اصلی بحثمون موضوع همین ویدیوی امروز هم هست که برای خرید ستار به چه کسی اعتماد کنیم ببینید بچه ها بهترین منبع و ارزشمندترین منبع برای خرید ساز استاد خودتون هستش اول اول استاد خودتون چرا؟ چون میتونه به شما معرفی کنه حداقل پیش خودش میرید مثلا ایرادش رو براتون میگیره پرده جا به با جا باشه براتون درست میکنه بعدش اگه مثلا استادی ندارید این یه دوست کاربلد کسی که مثلا ستار میزنه دوستاتون تجربه داره از اون سوال کنید یا نهایتا نشد برید توی مغازه سازفروشی بگید خوش براتون تست کنه بگید خب من اطلاعات ندارم صادقانه میخوام بهم اطلاعات بدید راهنمایی کنید اگه معمولا کمک میکنن مگه اینکه خیلی بی انصاف باشه خلاص از اینکه باید کمک بگیرید همون او... اوایل کار که مثلا میخواد ساز بخرید ولی اگر ندونید همونجوری خود سرانه به ساز بردارید همونجوری اونم به شما یه ساز میده و میگه این بهترین ساز منه چرا چون اطلاعاتی جایی نیست که شما تحقیق کنید من نیست متاسفانه من همیشه سعی کردم که اطلاعات کامل بچه رو بدم بگم دوستان ببینید خوب و بد رو ببینید بعد یه ساز انتخاب کنید بر ندارید همینطوری به هر حال پول میدید دیگه این پولا رو حرومش نکنید بعدش خیلی بعدی که هستش اینه که هیچ چیزی وجود نداره براش مثلا تو میخوای ساز بخری مثلا مهر چی مثلا م... نمیدونم هم راز مثلا یه مهر خب به فلانی میگی آقا این چرا مثلا قیمتش 400 تومنه چرا شما میدی یه میلیون میگه که تو نخر این هنری ای که توش به کار رفته یه میلیون ارزش داره یا اصلا میگه که این مهر خوب یکی از بهترین سازهای همرازه همراه 400 تومانی هم داره شما 400 تومانیشو دیدی این یه میلیونیشه اصلا همچین چیزی نیست طرف اصلا میخواد بفروشه میگه قابل یه میلیون بگیم بپرونیم یکی خرید خرید نخریدم که هیچ چی میدونن چه چه افتضاحی هست چه شه... م... کمبود اطلاعات مافیاست دیگه ولی که اطلاعات بده به هنرجو به دوستان به هر حال میگم بر یه چیزی قیمتی داره مثلا یه شیشه نوشابه مثلا 200 هزار تومان که نیست که به هر حال یه جایی قیمتی داره اینو باید بدونید خلاصه موضوع این بود که با اطلاعات ساز بخرید و این هم بدونید مثلا بعضی سازها مثلا خط تولید داره مثلا چی میشه؟ چهارت کارگر نشستن همینطوری تولید میکنن رو, 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 رو جلو مثل دمپایی مثل مثلا چی بگیم؟ عروسک اینا سازهایی که من در موردش هم نوشتم سازهای دکوری مقالش هم توی سایت هست یه وقتی ممکنه به این سازهایی بر بخورید بچه ها دقت کنید این خیلی مخربه یا حتی بعضا بعضی ها میان مهر ساز رو میچسبونن روی ساز خودشون مثلا یه سازه پیش ساخته میاد خب کاسش تولید شده دستش تولید شده شما اینا رو میخری خودت وصل میکنی به هم اسمبل میکنی خب یه مهر تاق میکنی میذاری روش مثلا مهر مثلا استاد معروفو خب میذارن روش ای سازش سی ست کاره این سازه شد 300 تومان عرضه یه کار مثلا دکوریه ولی یه مثلا استاد معروف رو میزنن روی این ساز شده همیشه اتفاقاتی بیفته ها و شما مثلا میگه او استاد مثلا فلان سازاش دو میلیونه خب این داره مثلا میده یک چقدر خوبه میدونید و این کلا سرتون میذاره بعد به این دقت کنید که همچین چیزی نباشه و این نیاز به تجربه داره من همیشه با تجربه میگم میگم یا از استادتون سوال کنید یا از کسایی که کار بلدند، دوست کار بلد یا خلاصه از یه برند معروف یک ساز تایید شده یا یه سایت معروف که اینو تاییدش کنه از اون ساز بخرید و مورد آخری که باید در مورد صحبت کنم براتون خرید ساز از فروشگاه های اینترنتیه من خودم فروشگاه اینترنتی دارم یعنی سایت ما سایت نوت, به نوت، یه فروشگاه داره فروشگاه نوت بنوت که سازها داخلشه که بیشترش هم ستار هست مقداری هم تار و سنتور و تنبک که بیس کار ما ستار هستش به اون صورت انبوه نیست ولی سعی کردیم سازهایی بیاریم که با کیفیت باشه و اساتی تاییدش کرده باشن و خودم باش نواخته باشم حالا اینو میخواستم بگم خیلی از اون برای من عکس میفرستن از فلان سایت که حالا اسم نمیبرم عکس اسکرین شات میگیرن میفرستن یا لینک میدن میگن استاد برو اینو ببین چه جوریه بخرم من بهشون میگم که دوست عزیزم من که ساز رو دست میگیرم باش مینوازم هنوز شک دارم توی انتخابش بعد خیلی دقت کنم بعد دو ساعت باش بنوازم و خلاصه پرداش رو بشناسم صداش تو گوشم باشه اینجوری تا از انتخاب میکنم شما چطور میتونید با یه عکس با دیدن یه عکس بگی این ساز خوبه من همیشه گفتم باز هم میگم یه ساز 300 تومنی ظاهرش تقریبا با یه ساز 3 میلیونی یه جوره گرفته چی میگم؟ یه جوره شما نمیتونید از اون عکس تشخیص بدی که این سازه مثلا ساز با کیفیت یه بگی چه خوشگله شاید هم صداش هم بذاره زیرش خب کجا میدونی که صدایی که زیر عکس اون سازه صدای خود اون سازه از کجا میدونی چه تضمینی به شما میده من خودم کاری کردم ها داخل فروشگاه ما عکس سازا هست ویدیوش هست صداش هم هست ولی اینجا باید یه جور اعتماد کنی یه جوری باید به اون فروشنده اعتماد کنی بعد قانعت کنه بعد قانعت کنه که آقا این ساز این ایرادو داره نباید فقط بگی این ساز خوبه این خوبه این خوبه این خوبه این خوبه, این خوبه. من همیشه میگم میگم این نکات مثبت داره این مثبت این مثبت دو تا منفی داره یعنی فقط نه مثبت رو بگو اگه واقعا کارشناس میخوای حرف بزنی بی منفیاش بگو واقعا این ساز خوبه ساختش خوبه چوبش گردوه نه در... کاسش توته خوش صداس زنگ داره اینجاش هم یه رگه داره اینجا یه, یه رگه داره اینو بدون اینو باید دو هنرجو بگه پس چی شد؟ دوستانی که عکس میفرستید من نمیتونم از روی عکس تصمیم بگیرم و به قول معروف نظری بدم اینم گفتم خیلی میگه چرا بعضی سازها ارزونتره تو بعضی سایت ها دوستان من این واژه خیلی ناراحت میشم از این جمله خیلی در عذابم شما میبینید مثلا تو اون فروشگاه ستار گذاشته کنارش هم دمپایی گذاشته کنارش هم مثلا عروسک گذاشته لوازم آرایش گذاشته خب این که نمیشه ساز تخصصی که بعد میده 200 من. خب این یه بیزینسه بعد هزار نفرم بخرن کار ندارن که احساس این ساز چیه تخصصش چیه نمیدونم ساختش چیه این همون سازه ای که بهتون گفتم که خط تولید داره چهار تا کارگر نشستن چوب از این ور میاد نمیدونم از اون ور میاد بیرون یکی دسته درست میکنه یکی گوشه درست میکنه یکی کاسه درست میکنه فلان فلان اونورم نیم ساعت بعد ستار در اومده خب خب اینکه نمیشه ساز میدون فرقش چیه با سازی که استاد خوب میسازه یه استاد, استاد حرفه‌ای میاد دو هفته وقت میذاره روی ساز چشمشو میذاره رو میذاره هنرشو میذاره و یه ساز درست میکنه دو هفته روش زمان میذاره میشه ساز سه میلیون چهار میلیون خب خیلی فرقشه با این سازی که مثل خط تولید همینجا چوب میذارن اینجا ور ور ور, ور همه روش کار میکنن بز... از اون بر میاد بیرون میشه سی ست تومن و این نکشتر هم بگم خیلی حرف زدم ببخشید دوست داره گلم قدر هنر رو بدونید واقعا قدر هنر رو بدونید ببینید که ای ساز ای کار دست ی کاری که رو زحمت کشیدن واقعا هنر روش به کار رفته پولی نیست که به طرف میگین سه و نیم میلیون میگه اوه چقدر زیاد بعد در کنارش میره گوشی موبایل میخره حداقل چهار میلیون پنج میلیون که ربات اینا رو اسمبل کرده درسته وقتی شما بدین ساز کار دسته کار فاقره و میراث فرهنگی تو میگن این قیمت تعجب نکن بدون کار دست کار هنرمندانه است یه انسان بالاش داره زحمت میکشه و خلاصه انرژیش و عشق و روحش داره رو این کار میکنه پس خواهش میکنم برای هنر ارزش قائل بشید و این حتی دلم بود که میخواستم بگم که خلاصه بدونید که قیمت چیه تو دوران اکنون هر چیزی که برند سازی شده باشه و خلاصه روی برندش کار کرده باشن تبلیغات حرفه‌ای شده باشه اون خیلی خوبه خیلی براش پول میدیم ولی این ساز بی زبون معصوم که چوب هستش و اصلا محجور هستش کسی نمیدونه چقدر بالایی. زحمت کشیده شده از یه خیلی الکترونیکی یه دوربین یه موبایل همین به همین راحتی میاد و ده میلیون براش پول میدیم 20 میلیون براش پول میدیم و انگار نه انگار اصلا نمیدونیم میگیم چقدر خوب چقدر ارزون تر از اون یکیه و این کارهای برندسازیه پس خواهش برم قدر ساز رو بدونید قدر هنر رو بدونید و بهش بها بدید امیدوارم سرتون در نیورده باشم جمعبندی کنن دوستان برای خرید ساز به چه کسی اعتماد کنیم اول به استادتون بعد به کسی کار بلد بعد به کسی که بهتون توضیح بده راهنماییتون کنه و مشاوره بهتون بده همین پر تو موفقیت دارم امیدوارم که ساز خوب تهیه کنید ازش لذت ببرید حالش رو ببرید خودتون خانوادتون دوستاتون و خلاصه حال جامعه رو شاد کنید اگر ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو به دوستاتون معرفی کنید اگر از طریق یوتیوب ویدیوهای من رو ببینید چنل من رو سابسکرایب کنید تا هر موقع ویدیو جدید میذارم از اون مطلع بشید اگر از طریق اینستاگرام ویدیوهای من رو ببینید پیج من رو فالو کنید ویدیوهای تازه براتون دارم و همیشه به روز ترین ویدیوها رو براتون خواهم ساخت از سوالاتتون کمک میگیرم که براش ویدیو بسازم شاید موفق پیروز باشید خدا نگهدار